به نام خداوند جان و خرد، بنده اسفندآبادی هستم. این بار مفتخرم که در مجموعه بزرگ فرادرس با آموزش قوانین و مقررات چک در خدمت شما دانشجویان عزیز باشم. در آموزش قوانین و مقررات چک، ما طی فصول مختلف ابتدا به شناسایی چک می‌پردازیم و نهایتاً به صورت چک و انواع چک و الزامات صدور چک، ضرورت وجود محل و خب چک های کیفری و چک های حقوقی و نکاتی که لازم هستش در موقع نوشتن چک و چجوری اصلا باید ما دست چک بگیریم. اینها از مواردی هست که طی این آموزش بهش میپردازه و یک فصل اختصاص داره کلن به مجموعه قوانینی که در مورد چک وجود داره و نهایتاً در فصول آخر ما به بررسی چک و برات و سفته که در زمره اسناد تجاری خاص هستن میپردازیم. پس ابتدا ما درسمون رو شروع می‌کنیم با مبحث شناسایی چک. اصلا می‌خوایم ببینیم چک چی هستش. در مورد چک باید بگیم که چک، برات و سفته در زمره اسناد تجاری خاص هستند. همون جوری که ما در حقوق تجارت سه مطرح کردیم، اسناد تجاری به دو دسته عام و خاص تقسیم میشن. اما ما توی این آموزش اختصاص داره آموزشمون فقط به بررسی و شناسایی یک نوع از این اسناد تجاری خاص و اون چک هستش. ما در حقوق تجارت سه به طور مفصل شباهت ها و تفاوت های چک و برات و سفته رو گفتیم. اما توی اینجا عزیزان دقت کنید که من یک نمونه برگ چک برای شما برای تفهیم بیشتر در دسترستون گذاشتم و اینکه اول میخوایم ببینیم خب اصلا چک چیه؟ این برگه به چه صورت باید باشه که ما بفهمیم چکه؟ ابتدا ما باید بگیم چک یک برگه هستش، یک ورقه هستش. خب حالا توی این ورقه چه اتفاقهایی میفته؟ به وسیله اون صادر کننده چک مبلغی رو میاد نزد بانک توی یک حساب ویژه‌ای که به نام اون صادر کننده چک هست اون نگه میداره و نهایتاً مجوز پرداخت رو به بانک میده اون صادر کننده در راستای خود اون صادر کننده یا در راستای اون شخص ثالث. این مجوز پرداخت رو در واقع داره براشون صادر میکنه. بر این اساس ما میتونیم بگیم که مبلغی که توی حساب صادر کننده وجود داره یا توسط خود صادر کننده توی بانک گذاشته میشه یا نه، یا بانک اون رو به عنوان یک اعتباری واریز میکنه به حساب صادر کننده چک. پس در دو حالت پول در حساب صادر کننده چک وجود داره، یا بانک به عنوان اعتبار اون رو واریز میکنه یا نه، خود صادر کننده میاد یک مبلغی رو توی یک حسابی به نام خودش نگهداری میکنه. اما نکته که اینجا خیلی مهمه، نقش آفرینان چک هستن. ما سه تا نقش آفرین در چک داریم. اولین فردی که در چک نقش آفرینی میکنه همین صادر کننده هستش، یا همون کسی که چک رو اصطلاحاً میکشه، یعنی همون چک کش. دومین نفر دریافت کننده یا دارنده چک هست، اصطلاحاً همون کسی که چک رو به عنوان وجه دریافت میکنه. و سومین نفر هم پرداخت کننده چکه. عزیزان دقت کنید، سومین نفر پرداخت کننده یعنی چی؟ یعنی بانک صادر کننده دست چک که در اسلاید قبلی اشاره کردیم توی بانک یه حسابی داره دیگه، حالا به عنوان اعتبار یا خودش پول ریخته، بانک میاد از اون پول ور میداره و پرداخت میکنه پول رو به دریافت کننده، صادر کننده کسی که مثلا به فرض کسی اومده چیزی خریده در قبال پوله میخواد چک بکشه. و پس این دریافت کننده باید بیاد پولش رو از یه جایی وصول کنه دیگه، میاد نهایتاً از پرداخت کننده وصول میکنه. خب ما بر اساس این میگیم هر کدوم از این سه نفر، صادر کننده، دریافت کننده و پرداخت کننده، یک سری حقوق و وظایف مخصوص خودشون دارن.
اولین حقوقی که داره این هستش که صادر کننده چک موظف هستش با توجه به موجودی حسابی که نزد بانک وجود داره تاریخ رو هم قید کنه. مبلغ هم به صورت عددی و حروفی بدون قلم خوردگی، بدون اینکه هیچ گونه مغایرتی داشته باشه، صادر کننده چک بیاد اون رو تنظیمش کنه. نهایتاً این که ما نمونه ای از این برگ چک رو در اینجا به نمایش گذاشتیم، مبنی بر اینکه اینجا باید وجه در وجه حامل نگاشته بشه، مبلغ به حروف باید نوشته بشه و مبلغ به عدد هم به همین منوال و نهایتاً تاریخ هم به حروف و به عدد باید نوشته بشه. ما باید باز بگیم که وقتی که دریافت کننده چک میخواد مراجعه کنه به بانک، باید علاوه بر اون چکی که همراهشه سند هویتی خودش هم همراهش داشته باشه، برای اینکه خب راحت تر بتونه شناسایی بشه. و بر این اساس هست که بانک موظفه بعد از اینکه خب هویت رو قشنگ شناسایی کرد بیاد چک رو پرداخت کنه. ما نکته‌ای که باز اینجا باید اشاره کنیم این که پرداخت وجه چک هست که به چه صورت باید باشه. عزیزان دقت کنید، پرداخت وجه چک باید فوری باشه. اصولا مهلتی بر پرداختش از سمت کسی که چکو داره، یعنی مثلا من در قبال پولم یک چک گرفتم، من نمیام به اون کسی که چک رو صادر کرده در قبال پول به من برگ چک داده من براش ثبت کنم، مگر اینکه با توافق همدیگه بخوان یک تایم و یک زمان مشخصی رو اختصاص بدن تا چک وصول بشه. از این رو نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که اصلا چک از آیا فایده داره یا نه. اگه فایده داره چه نوع فایده ایه؟ فایده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چیه؟ اولین نکته که اینجا باید بگیم اینه که چک فقط یه وسیله بر پرداخت و خب اهمیتی هم که داره مبنی بر همینه. اهمیتش رو اینجا به صورت موردی اشاره میکنیم. اولین اهمیتش اینه که چک به صادر کنندش این امکان رو میده که خودش بیاد به شخصه هر وقتی که بخواد از موجودی خودش توی بانک یا توسط شخص سوم یا ثالث که نمایندشه، نماینده یکیه صادر کننده چک، پول رو برداشت کنه. برای چی؟ برای که چک وصول بشه و اصطلاحاً چک ما برگه نشه. ما در فصل بعد انواع چک رو مطرح می‌کنیم و چک برگشتی یکی از این انواعش هست که ما به طور مفصل اونجا در موردش صحبت می‌کنیم. یکی دیگر از فایده‌ها و اهمیتش اینه که چک باعث میشه خب تو معامله‌ها بدون اینکه اصلا از پول استفاده کنیم پرداخت‌ها برامون آسان‌تر بشه. خب نهایتاً این منجر به چی میشه؟ این میشه که افراد اصلا مجبور نباشن بلکه یه معامله انجام بدن اصلا همیشه پول همراه خودشون داشته باشن و این نتیجتاً منجر به امنیت جانی و مالی میشه. بر این اساس ما باید بگیم وقتی که چک میاد حجم گردش پول کم میشه، متناسب با نیاز ما چک صادر میکنیم، درسته؟ و عزیزان دقت کنید که چک باعث میشه مثل سایر اسناد تجاری خاص اثر حمل و نقل پول، اون خطری که داره از نظر جانی و مالی، اون رو هم از بین ببره. از این لحاظ یکی دیگر از اهمیتاش این هست که چک باعث میشه که پرداخت‌ها برای ما خیلی آسان‌تر بشه، یعنی اینکه دریافت کننده چک به جایی که بیاد چک رو نقد کنه اون چک رو واریز میکنه به حساب خودش یا به حساب سایر افراد میذاره، در عوض میاد خریدای خودش رو با چک انجام میده. وقتی که خریداشو میاد با چک انجام میده منجر میشه مبلغ چک از حسابش کم بشه و اینها اهمیت هایی هستش که ما میتونیم برای چک از نظر اقتصادی ذکر کنیم. و ضمن اینکه مهمترین نکته و اهمیتی که داشت این بود که چک یک وسیله‌ای بود برای پرداخت. اما اینجا
اینجا یه نکته‌ای باید بگیم، این هست که این مهمترین فایده چکه که به موجب اون باعث میشه شخص بتونه بدون اینکه از پول استفاده کنه کاراشو به پیش ببره، به تعهداتش پایبند باشه. خب همیشه ما در مقابل فایده ضرر و زیان و اشکال داریم. خب اشکالاتی که وجود داره برای چک باید اینجوری بگیم. مهمترین اشکالش این هستش که استفاده از چک به جای پول ممکن هستش که دریافت کننده چک رو در معرض خطر دریافت چی قرار بده؟ چک های بلا محل. خب گفتیم چک های بلا محل رو عزیزان ما در فصول بعد به طور مفصل بررسی میکنیم و چک های سرقت شده. پس اون دریافت کننده چک ممکنه در معرض این دو خطر باشه، یکی چک بلا محل، یکی هم چک سرقت شده. ما برای تفهیم بیشتر این مطلب میاییم یه مثال میزنیم. دقت کنین عزیزان، مثال به این صورته. یه فروشنده داریم، کالای خودش رو میاد در قبال چکی تحویل میده. طرف پول نداره، در قبال اون پول میاد چک میده. ممکنه خب شخص دیگه نتونه به پول خودش برسه. به همین دلیل قانونگذار میاد برای صدور چک بلا محل یه سری مقرراتی از نوع جزایی در نظر میگیره که از این طریق اون پرداخت هایی که با چک دارن انجام میشن ضمانت و تضمین بیشتری داشته باشن. پس ما کارمون به چه صورته؟ میخواییم وقتی که چک صادر میشه اون قانونگذار میخواد ضمانت بیشتر بشه، نمیخواد اصلا بحث امنیت پولی از بین بره، نمیخواد بحث خطر گردش پول به میون بیاد. در همین یه سری مقرراتی رو لحاظ میکنه. بر این مبنا ما در فصل بعد میخواییم در مورد انواع چک صحبت کنیم، اما اینجا چک وعده دار رو یه گذری بهش میزنیم و اون چک این هستش که چکی که برای آینده ها صادر میشه. یعنی تاریخ واقعی صدور چک به چه صورته؟ قبل از تاریخ مندرج هست، یعنی چکی که در واقع برای تاریخ آینده صادر میشه، این میشه چک وعده دار. فصل دوم آموزش قوانین مقررات چک اختصاص داره به صورت چک و انواع چک. میخوام ببینیم اصلا چک به چه صورت باید نوشته بشه و چند نوع چک داریم. اصولا ما چک رو روی هر برگه یا ورقه میتونیم بنویسیم. همونجور که ما توی حقوق تجارت سه هم مطرح کردیم، چک برات و صفته رو روی هر برگه میتونیم بنویسیم، ولی خب باید یک سری نکات و آیتم هایی رو دقت کنیم. اما در عمل بانک ها و مؤسسه های اعتباری چک رو روی ورقه های تنظیم میکنن تحت عنوان ورقه های چاپی. از قبل این برگه های چک آماده هست، تنظیم هست، این رو در اختیار مشتری های خودشون قرار میدن. پس اصولا ما چک رو میتونیم روی هر برگه بنویسیم، یعنی اگر آیتم ها رو رعایت کنیم ما روی هر برگه میتونیم بنویسیم. اما چون امروز بانک ها و مؤسسه های اعتباری این کار رو انجام میدن که برگه های چک رو صادر میکنن، اصولا عرف در جامعه هست که ما برگه های چک رو به همون صورتی که بانک ها در اختیارمون قرار میدن به اون صورت استفاده کنیم. خب این کار بانک باعث میشه که اگرچه به دارنده چک این اطمینان رو میده، ورقه‌ای که دریافت میکنه در واقع یک چکه. اما یه نکته‌ای توی این مبحث من نهفته هستش و اینه که اون رو از خطرهایی مثل سرقت، خطرهایی مثل گم شدن و نهایتاً از بین رفتن حق اون به واسطه چک در امان نگه نمی‌داره. خب نهایتاً قانونگذار برای این مسئله اومد صورت‌های خاصی رو از چک طراحی کرد، تدوین کرد، ابداع و پیش‌بینی کرد. برای چی؟ برای اینکه با خطرات ناشی از سرقت و گم شدن چک مقابله کنه. از این رو بانک ها توی دریافت اون ورقه های چک باید دقت کنند که به صورت جعلی نباشه،
حتما صادر کننده دریافت کننده چک همه آیتم ها رو رعایت کنند و هنگام مراجعه برگ چک برای وصولش حتما سند هویتی رو شناسایی کنند، مغایرت نداشته باشه. اینها از نکاتی هستش که واقعا بانک ها وظیفه دارن این کار رو انجام بدن. از این رو ما مبحث صدور و صورت چک رو در ادامه به پیش میبریم که طبق ماده 310 قانون تجارت، چون این درس در واقع یک جورایی میتونیم بگیم زیر مجموعه قانون تجارت هستش. چک رو میگه یک نوشته هستش که به موجب اون صادر کننده چک وجوهی رو که نزد بانک محالون علی داره کاملا یا بعضن چیکارش میکنه؟ به شخص دیگه ای میسپاره. پس ماده 310 قانون تجارت چک رو یک نوشته میدونه، یه برگه ای میدونه که خب صادر کننده نهایتا و پرداخت کننده چک در اینجا بیشتر نقش آفرینی میکنن و نهایتا در آیتم آخری که ما به شخص دیگه واگذارش میکنیم، یعنی همون شخص ثالثه هستش. پس تو مبحث صدور چک ما به شکل ساده چک رو یک نوشته میدونیم که گفتیم که سه نفر توش دخیل هستن که صادر کننده مبلغی رو که بانک تو حسابش نگه میداره، اون صادر کننده به بانک این اجازه رو میده که به نفر سومی که دارنده چک هست و بابت هر گونه طلب یا خریدی این چک در دستشه، بانک به اون دارنده چک پرداخت کنه و اصطلاحاً چکش رو وصول کنه. پس ما میتونیم از نظر شکل ظاهری چک رو چجوری تعریف کنیم؟ از نظر شکل ظاهری چک رو روی هر برگی میتونیم بنویسیم. منتهای مراتب هر کشوری قوانین خاص خودشه داره. توی ایران پذیرفته شده که هر بانکی دست چک و آرم مخصوص به اون بانک روش حک شده باشه. از طرف دیگه همونجوری که گفتیم توی ایران معمولا به صورت چاپی دست چک ها تهیه میشه و نهایتا بانک ها به صورت دست چک کسایی که حساب باز کردن و طالب این هستن که دست چک داشته باشن، بانک این دست چک ها رو در اختیارشون قرار میده. نهایتا ما میگیم که دست چک باید به دارنده وجه نزد بانک محول بشه. در صورت تحویل به دارنده غیر حساب بانکی منجر به چی میشه؟ هر گونه سوء استفاده از دست چک مذکور، این دست چکی که داریم میگیم که باید به دارنده وجه نزد بانک تحویل داده بشه، در صورت تحویل به دارنده غیر حساب بانکی هر گونه سوء استفاده از دست چک مسئولیتش به دوش هر بانکی، هر کدوم از بانک هایی که میخواد چک رو وصول کنه. پس نهایتاً مسئولیت بر عهده بانک. پس بانک در هنگام وصول چک باید خیلی مراقب و دقت کافی رو داشته باشه. از این رو ما مطالب رو به پیش میبریم با مندرجات الزامی در چک. میخوایم ببینیم چه مطالبی لازم هست توی چک. خب اول اینکه ما باید کلمه چک روی هر برگه یا روی هر ورقه چکی قید بشه. گفتیم ممکنه روی هر برگه دیگه هم این کار انجام بشه، ولی توی عرف الان به این روال هستش که بانک ها میان این کار رو انجام میدن. روی کلیه ورقای چکی که توسط بانک چاپ میشه کلمه چک باید قید بشه. دومین مندرجه الزامی این هستش که بحث دستور پرداخته. چک ها باید تضمین کننده دستوری باشن. یعنی چه عزیزان تضمین کننده دستوری؟ یعنی به واسطه اون صادر کننده چک یک مبلغی رو که پیش بانک داره کلن بیاد پسش بگیره یا اون رو به شخص دیگه ای واگذار کنه. وقتی به شخص دیگه اونو واگذار کرد، دستور پرداخته باید به چه صورتی نوشته بشه؟ بدون قید و شرط. یعنی چی عزیزان باید دستور پرداخت بدون قید و شرط نوشته بشه؟ یعنی این که هر وقتی که توی متن چک
شرطی برای پرداخت ذکر شد، بانک به اون شرط اهمیت یا ترتیب اثر اصلا نمیده. به چه صورت؟ یعنی در چک باید مبلغه نوشته باشه. چکی که خب مبلغ نداشته باشه یعنی چک سفید امضاست دیگه، که در انواع چک باز ما این چک رو مطرح میکنیم، وگرنه چک اعتبار نداره. اگرچه خب چک سفید امضا به صورتی هستش که خب اعتبار داره، اما ما اینجا میگیم توی متن چک شرطی رو برای پرداخت باید ذکر بشه که بانک ها اصلا به اون اهمیت یا ترتیب اثر نمیدن، یعنی حتما باید اون مبلغه نوشته بشه، تاریخه قید بشه. سومین درجه الزامی صدور چک گفتیم بحث نام پرداخت کننده هست. نوشتن و قید نام پرداخت کننده چک عملا برای ما مشکلی به وجود نمیاره، چون هر بانکی وقتی که میخواد ورقه های کوچک دست چک رو چاپ کنه، نام خودش رو در واقع میاد روش قید میکنه که متعلق به کدوم بانک، همونجور که تو اسلاید های قبل هم بهش اشاره کردیم. اما خب نام پرداخت کننده اصطلاحاً نامی هستش که اگر نوشته بشه و نوشته نشه در عمل هیچ گونه موردی برای ما به وجود نمیاره. چهارمین مندرجه الزامی بحث قید مکان صدور چکه. یعنی هر وقت محل صدور روی برگ چک نوشته نشه، محل پرداخت اون محل صدور تلقی نمیشه. نمیتونیم بگیم محل پرداخت همون محل صدوره. پس باید ما قید مکان برای بحث صادر کننده داشته باشیم، وگرنه محل پرداخت محل صدوره. عزیزان دقت داشته باشین، در عمل ممکنه مشکلی تو این مورد وجود نداشته باشه، برای اینکه روی چکایی که تو اختیار صاحبای حساب بانکی گذاشته میشه نام شعبه هاش قید میشه. نام شعبه به عنوان مثال ما تهران رو مثال میزنیم. چک در اختیار صادر کننده چک به عنوان مثال من قرار میگیره. من نام شعبه ای که چک رو پرداخت کنم، اون نام شعبه مثلا باید قید بشه. مثلا به فرض شعبه سعادت آباد تهران، باید حتما اون قید بشه که کدوم شعبه هست که چک رو در واقع وصولش میکنه. پنجمین مندرجه الزامی عزیزان قید تاریخ صدوره. یعنی چی قید تاریخ صدور؟ یعنی تاریخ صدور چک معمولا باید به حروف نوشته میشد، برای اینکه باید روز، ماه و سال صدور چک خب مشخص باشه. هر وقت به حروف نوشته نشه اعتبار چک کم نمیشه. چک به عنوان یک سند تجاری همچنان اعتبار داره. اما هر وقتی که ما اومدیم و به عدد نوشتیم، به حروف ننوشتیم، اعتبار اون چک به عنوان یک سند تجاری خاص کم نمیشه، از ارزشش پایین نمیاد. منتهای مراتب نکته‌ای که اینجا وجود داره چیه؟ نوشتن بحث تاریخ صدور چکه. از نظر حقوقی و کیفری خب نوشتن تاریخ صدور چک اهمیت داره، چون که صادر کننده چک هنگامی از لحاظ حقوقی و کیفری کارش قابل پیگیریه که دارنده چک بیاد اون مهلتی که مقرر شده تو مراجعه به بانک و طرح دعوا رو اون رو رعایت کنه. پس این از نظر حقوقی و کیفری نوشتن تاریخ به این دلیل هست که اهمیت داره. تاریخ صدور چک عزیزان دقت داشته باشید، خب باید به چه صورت باشه؟ تاریخ صدور و تاریخ پرداخت چک به خاطر فوری بودن پرداخت خب یکیه. البته خب ما تاریخمون باید به روز، به ماه و به سال باشه. اما پنجمین آیتم مندرجه الزامی بحث قید نام دارنده هستش. میخوایم ببینیم نام دارنده چک چطوریه؟ خب چک ممکنه اصلا تو وجه حامل باشه، یا در وجه شخص معین و مشخصی باشه، یا در واقع به حواله کرد باشه. پس صدور چک در وجه حامل هیچ نوع اشکالی نداره. پس قید نام دارنده چک باید حتما یکی از این آیتم ها عزیزان دقت کنید رعایت بشه، یا
می نویسیم در وجه حامل یا می نویسیم مثلا در وجه یه شخص، مثلا به عنوان مثال خانم یا آقای ایکس یا یک مؤسسه، یا بحث یک حواله کردی هست، حتما باید این قید بشه. هفتمین مندرجه الزام‌آور امضای چکه. عزیزان امضای چک وقتی اعتبار داره که به امضای صادر کننده چک رسیده باشه، چون که وقتی ما میریم دست چک بگیریم هنگام مراجعه به بانک، خب یه امضا میدیم دیگه. اون امضا اگر مثل همون امضایی بود که پای دست چکمون اون امضا نگاشته شده بود، ایراد نداره و چکمون اعتبار داره. ممکنه نه خب مثل هم نباشه یا خط خوردگی حتی باشه که باید باز زرح نویسی بشه، پشت نویسی بشه، که اینها رو باز در ادامه فصول به طور مفصل توضیح میدم. اما ممکنه امضای صادر کننده چک جعل بشه، اینجوری میشه چک باطل. برای اینکه چکی که جعل شده رضایت اصلا صادر کننده چک رو نداره، خود چون اون وقتی که جعل شده یعنی یه کار مخفیانه انجام داده، یه کار دزدی انجام داده. این کار جعل باعث میشه که اون چک باطلی بشه. هشتمین مندرجه الزامی صدور چک بحث ضمانت اجراست. از اونجایی که ما توی قانون تجارت توی ماده خاصی به این مورد اصلا اشاره نکردیم، و از اونجایی که عزیزان دقت کنید قانون صدور چک فقط از اون چکهایی حمایت میکنه که روی بانک ها صادر میشه، یعنی من نوعی نمیتونم چک بکشم به روی خودم. بانک ها شرایط انسانی که تو قانون تجارت ذکر شده روی برگه های چک چاپ میکنن، اصطلاحاً چاپی و پرینتی هست، و صاحبان حساب کسایی که دست چک دارن فقط اون جاهای خالی سند و اون دست چک رو پر میکنن. از چه رو ما میگیم سند؟ چون چک مثل برات، مثل سفته، یک نوع سند تجاری خاص هستش. پس نهایتاً عزیزان دقت کنید، در عمل فقط اون برگه های چک تلقی میشن که همه این شرایطی که گفتیم داشته باشه. یه بار دیگه به طور مختصر میگم شرایطشو. بانک ها شرایط الزامی ذکر شده تو قانون تجارت رو روی برگه چک ها چاپ میکنن. صاحبای حساب هم میان جای خالی سند رو پر میکنن. از اونجایی که قانون صدور چک میخواد از اون چک های حمایت کنه که روی بانک ها صدور پیدا میکنن، این میشه بحث ضمانت اجرا. اما ما مبحثمون رو با مندرجات اختیاری چک به پیش میبریم. تا اینجا مندرجات الزامی رو گفتیم که به 8 آیتم اشاره کردیم. اولین آیتم رو گفتیم بحث قید کردن کلمه چک، دستور پرداخت، نام پرداخت کننده، قید مکان صدور، قید تاریخ صدور، قید نام دارنده و امضای چک و ضمانت اجرا. عزیزان دقت کنید، این 8 مورد از موارد و آیتم های مهم مبحث چکه. اما بحث مندرجات اختیاری صدور چک باز هم این 4 تا آیتم داره. آیتم ها رو به این منوال مطرح میکنیم. اولین آیتم این هستش که باید نام کسی که چک در وجه اون صدور پیدا میکنه مشخص بشه که به نام کیه. مثلا به نام چه کسیه؟ قید ضمانت خب توی چک خیلی کمیابه، خیلی نادر هستش. و نکته دیگه سومی مندرجه اختیاریش بحث ننوشتن پشت‌نویسیه، یعنی که قید عدم زهرنویسی، یعنی به همون بحث ننوشتن پشت‌نویسیه دیگه، زهرنویسی نکنه و قید کنه بحث علت صدور چک رو، اصلا به چه دلیل این چک صادر شده. این از مندرجاتی هستش که در واقع ما توی صدور چک این اختیار رو داریم که اجرا کنیم. این مندرجات اختیاری مثل مندرجات الزامی الزام‌آور نیست، اما خب انجامش بهتر از انجام ندادنشه. مبحثمون رو با انواع چک ادامه میدیم. میخوایم ببینیم که چک به چند دسته تقسیم میشه. یکی چک عادی داریم. عزیزان دقت کنید، انواع چک مبحث بسیار مهمیه. یکی چک تایید شده داریم. وقتی میگیم چک تایید شده یعنی همون چک بانکی. یکی چک تضمین شده داریم. باز چک تضمین شده رمزدار بین بانکی داریم. چک مسافرتی داریم. چک بسته داریم. خب چک بسته یه سری فوایدی داره.
چک پستی داریم، چک بانکی داریم، حواله بانک داریم، چک وعده دار داریم، چک مشروط و چک تضمینی و نهایتاً چک سفید امضا داریم. می‌خوایم ببینیم که هر کدومشون چه مشخصه‌ای دارن، چه جوری مثلا چک عادی رو از چک بانکی من تشخیص بدم. خب چک عادی چیه؟ چکیه که دارنده حساب جاری چک رو به عهده حساب خودش صادر میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که گیرنده وجه چک ممکنه که خود صادر کننده چک باشه یا حامل چک باشه، یا اینکه نه، چک در وجه شخص معین یا به حواله کرده اون شخص معین صادر پیدا کنه. پس این میشه چک عادی، چکی که گفتیم که به عهده حساب خود طرف صادر بشه. این مشخصاتشو گفتیم که گیرنده وجه چک ممکنه خود صادر کننده چک باشه یا چک در وجه شخص معین باشه. باز نکته که وجود داره اینه که دارنده چک توی چک عادی تضمین و پشتوانه‌ای جز اعتبار شخص صادر کننده نداره. یعنی ضمانتش فقط توی چک عادی همون اعتبار شخصی که مثلا آقای ایکس، خانم ایکس که اون چک رو میکشه به اصطلاح یا چک رو صادر میکنه. این میشه چک عادی عزیزان. چک بعدی چک تایید شده. هر وقت گفتیم چک تایید شده، شما باید به نام چک بانکی هم اون رو بشناسی. یعنی چکی که از طرف صاحب حساب جاری توی بانک به عهده بانک صادر میشه. نکته که توی چک تایید شده یا چک بانکی وجود داره این هستش که بانک ها تایید میکنن که تو حساب جاری صادر کننده یه سری وجوه، یک سری مبالغی به میزان درج شده توی چک، حالا چه به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده، اون تأمین میشه. این عزیزان دقت کنید، برای چک بانکی دارم میگم. نکته که باز اینجا باید بگیم این هستش که بانک بعد از اینکه این مطالبی که گفتیم تایید میکنه، میاد وجه رو از حساب صادر کننده برداشت میکنه. اون رو میده به کی؟ به کسی که چک رو با همراه خودش اوورده دیگه، به اون چک رو وصول میکنه و اصطلاحاً پول رو به اون پرداخت میکنه. خب نکته که اینجا باید لحاظ کنیم عزیزان دقت کنید، چک تایید شده یا چک بانکی اعتبارش به نسبت دو برابر چک عادی هستش. چک بانکی یا تایید شده به دو صورت صادر میشه. یا نهایتاً چکی هست که تضمین شده هست که توضیح میدیم، یا چکی که تضمین شده رمز داره که فقط بین بانک ها جابجا میشه. چک تضمین شده چیه؟ چکی که مشتری خودش تقاضا میکنه، توسط بانک هم صادر میشه. پرداختش هم از طرف بانک تضمین پیدا میکنه. پرداخت چک تضمین شده، اسمش روی خودشه دیگه، تضمین شده. فقط بانک میتونه اون تضمین و اون ضمانت رو بده برای پرداختش. و نکته ای که توی چک تضمین شده وجود داره اینه که قابلیت وصول رو داره در تمامی شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور. یعنی اگر مثلا من چک تضمین شدم متعلق باشه به بانک مثلا ملی، چک بنا به تقاضای من نوعی بانک اومده صادر کرده، بانک ملی مثلا شعبه سعادت آباد پرداختش رو تضمین میکنه، اما بانک ملی مثلا شعبه الهیه هم قابلیت پرداختش رو داره. نکته ای که باز باید بگیم این هستش که چک بانکی یه زیرمجموعه دیگه به غیر از چک تضمین شده داشت و اون هم چک تضمین شده رمزدار بین بانکی بود. این چک چه نوع چکیه؟ چکی که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشه. خب تا اینجا با چک تضمین شده هیچ فرقی نداره. پرداختش هم از طرف بانک تضمین میشه. اینجاش هم مثل چک تضمین شده هستش. منتها برای حساب مشخص نزد بانک مشخص صادر میشه. پس تفاوت الان چک تضمین شده با چک تضمین شده رمز داره بین بانک از اینجا شروع میشه که برای حساب مشخص نزد بانک مشخص صادر میشه. دارای رمز هستش، چون داریم میگیم رمز داره بانک
وصولش میکنه، بعد از اینکه رمز رو باز میکنه و به حساب زینف واریزش میکنه. پس این تفاوت کوچیکی که بین چک تضمین شده رمزدار بین بانکی و چک تضمین شده بود. اما نکته دیگه وجود داره عزیزان. ما در چک تضمین شده رمزدار بین بانکی باید بگیم که بانک ها بنا به تقاضای مشتریایی که حتی دارای حساب جاری هم نیستن اقدام میکنن به اینکه چک تضمینی صادر بشه. پس این صدور چک تضمینیه خیلی مهمه. اما چک بعدی چک مسافرتیه. چک مسافرتی چی عزیزان؟ اسمش روی خودشه دیگه، چکی که از طرف بانک صادر میشه. وچه اون تو هر کدوم از شعب توسط نماینده ها و کارگزاران اون قابلیت پرداخت رو داره. تمامی بانک ها امکان صدور چک تضمینی و چک مسافرتی رو عزیزان دارن. یعنی مثلا بانک ملی این قابلیت رو داره، بانک ملت، صادرات، همه بانک ها، هیچ گونه تفاوتی در ذکر کردن نام بانک وجود نداره. پس چکی که بانک صادرش میکنه همه شعبا، همه نماینده هم میتونن اونو پرداخت کنن. مثل چکای در واقع رمزدار بین بانکی و اینا نیست که خیلی سخت باشه. نکته ای که باز در مورد چک بسته وجود داره، چک بسته یه چک عادیه که دارنده اون چک یا صادر کنندهش میاد. نکته ای که توی چک بسته وجود داره اینه که دو تا خط مورب رو روی آورنده چک میکشه. این دو تا خط موازی چیه؟ یعنی چی؟ این دو تا خط موازی عزیزان یعنی این که حکایت از بسته بودن چک داره که در وجه زینف دیگه، به این معنی که وجه اون فقط به یه بانک یا به بانک دیگه‌ای که دارنده چک توی اون حساب داره اون پرداخت میشه. این میشه چک بسته، همون در واقع چک عادی هستش. فقط مشخصش دو تا بحث خط موربه که گفتیم یعنی چک بسته هستش که در وجه ذینفعه. یعنی چی گفتیم؟ گفتیم یه بانک یا بانک دیگه‌ای که دارنده چک میتونه این چک رو وصول کنه، پرداخت کنه. خب یه فایده این چک بسته داره. فایده چک بسته به این صورت هستش که صادر کننده چک از خطر دزدیده شدن یا گم شدن اون بحث چک در امانه. برای اینکه سارق یا کسی که چک رو پیدا میکنه نمیتونه مراجعه کنه به بانک اون رو وصول کنه. هیچ بانکی هم اصلا حاضر نمیشه این کار رو انجام بده، این چک رو قبول کنه، اون رو برای یابنده دریافت کنه. اصلا کار انجام نمیده که بخواد وصولش کنه. نکته ای که باز اینجا باید بگیم اینه که وصول چک به این صورت نیست که به پول نقد تبدیل بشه و در اختیار دارنده چک قرار بگیره. و چه این چک ها عزیزان دقت کنید، فقط ریخته میشه به حساب کی؟ دارنده چک، کسی که چک رو داره همراه خودش، و چش ریخته میشه به حساب اون شخص. خب ما گفتیم همیشه در مقابل فواید ایراد و اشکال هم وجود داره. خب ایراد و اشکالش چیه؟ تنها اشکالی که این نوع چک داره، کدوم چک؟ چک بسته. ما داریم در مورد الان چک بسته صحبت میکنیم که دوتا خط موازی روی چک های عادی کشیده شده به آسونی میتونه پاک بشه. خب سارق یا کسی که این چک رو پیدا میکنه میتونه اون رو دریافت کنه. خب نهایتاً قانونگذار برای اینکه از این خطر بکاهد میاد چیکار میکنه؟ اولاً اینکه بانک چک بسته رو فقط از مشتریان خودش از یه بانک یا یه مرکز چکهای پستی قبول میکنه. ثانیاً اون رو جز به حساب شخص فعلی اون رو نقد نمی کنه. بانکی که این مقررات رو رعایت نمی کنه که اون مبلغ چک میزانش مشخص بشه، مسئول پرداخت چیه؟ اون خسارت هاست. هر نوع خسارتی وارد بشه بانک باید متقبل بشه. به غیر از موارد گفته شده، در سایر موارد نحوه گردش چک بسته مثل چک معمولیه.
هر وقت به حواله کرد باشه قابلیت پشت نویسی داره. هر وقتم که حامل باشه ما میتونیم اون رو با قبوض انتقالش بدیم. اما چک بانکی چکی هستش که از طرف بانک روی خود بانک کشیده میشه. پرداختش توسط بانک تضمین میشه. عزیزان دقت کنید، چک بانکی مثل اسکناسه. جعلش هم مستوجب در واقع اون قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میشه. یعنی ما تو اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک رو در حکم اسکناس مطرحش میکنیم. کدوم چک رو؟ چک بانکی رو. نهایتا ما چک پستی رو میگیم که در اغلب کشورها توسط اداره پست صادر میشه، مشتری‌ها میتونن ازش استفاده کنن که شخصا بتونن تو کلیه شعب پست داخلی برای دریافت و پرداخت در واقع از اون استفاده کنن. عزیزان نکته‌ای که وجود داره توی چک پستی این هستش که چک مزبور میتونه حواله کرد باشه یا حامل. پس چک بانکی عزیزان دقت کنن باید در وجه حامل یا حواله کرد باشه. اما حواله بانکی چیه؟ حواله بانکی معمولا بانک ها مقداری از پول خودشون رو به عنوان یه نوع اعتباری، تضمینی نزد بانک نگه میدارن. مواقعی که نیاز داشته باشن یه چک رو تنظیم میکنن. روی بانک دیگه‌ای که نزدش اعتبار داره در واقع میان اون چک رو صادر میکنن. اینها میشه حواله بانک. اصطلاحاً بهش میگن حواله کرد. چک های وعده دار که ما توی فصل اول هم بهش اشاره کردیم، چکی که تاریخ واقعی صدورش قبل از اون تاریخی که درج میشه، چکی که مثلا برای آینده هاست، به عنوان مثال ما برای چک وعده دار، چکی که برای اول فروردین 94 داریم، تاریخ پرداختش اول اردیبهشت 94. این چک در واقع یک حواله یه ماه هست. پس میگیم چک وعده دار، چکی داریم وعده و وعید میدیم برای آینده داره صادر میشه. پس این چک در واقع یه حواله یه ماه هست که دارنده چک میتونه از قبولش خودداری کنه، چون به مبلغ چک در روز و تاریخ صدورش در واقع نیاز داره، میتونه از قبولش خودداری کنه. این میشه چک وعده دار. اما نهایتا ما برامون سه تا چک از بین انواع چک باقی مونده و اون چک مشروطه، چکی که پرداختش داریم میگیم به شرطه. مثالش میگیم مبلغ 50 میلیون تومان که پرداختش مشروط هست مثلا به انجام فلان کار، مثلا یا تحویل بگیریم خونه رو یا تحویل بگیریم خودرو رو، به این صورت ما میتونیم چک رو وصولش کنیم. پرداختش هم مشروط به این شرطه. اما چک تضمینی چکی هستش که صادر کننده تو متن اون قید کنه که بابت تضمین معامله پرداخت یا ضمانت شخص یا تضمین انجام کاری در واقع این چک صادر بشه. مثلا چکی که بابت تخلیه منزل ما میدیم به صابخونه، این میشه چکی که ضمانت داره دیگه. برای تضمین معامله ما میخوایم این کار انجام بدیم. اما نهایتا چک سفید امضا چکی هستش که صادر کننده فقط امتیاز مجاز خودش رو که نزد بانک شناخته میشه در زیر چک مینگارد و بقیه یه محتویاتش سفیده. فقط چک سفید امضا میکنه، هیچی دیگه، نه مبلغ مینویسه نه هیچی نمینویسه. طرفی که اون چک سفید امضا به دستش میاد که اصولا اصلا توصیه میشه چک های سفید امضا به هیچ عنوان حتی المقدور صدور پیدا نکنم، برای اینکه احتمال داره خب افراد در شرایط مختلف، موقعیت های مختلف، شخصیت هاشون متفاوت میشه، ممکنه از اون چک سفید امضا استفاده های دیگه ای بکنن و کل روند زندگی طرف مختل بشه. پس چک سفید امضا چکی هست که اصولا توصیه نمیشه که فقط امضا کنی و بدی دست طرف. امضا هم امضای مجاز شخص صادر کننده بانک قبول میکنه، ما بقیش رو سفید تحویل میده.